این روزها اونچه که بسیار مایه هراس و نگرانی آخوندها شده، افزایش بیسابقه گوشمالی دادن مزدوران رژیمی که تحت عنوان آخوندساخته بدحجابی زنها و جوانهای میهنمون رو مورد اذیت و آزار قرار میدن. یک نمونش رو در ابراز وحشت آخوند موحدی کرمانی در نمایش جمعه این هفته تهران دیدیم. حالا که این اراذل گاهگاهی برنامه ریزی میکنن، یه نفر که یه جمله میگه حمله ور میشن بیش. برادر عزیز روحانی سراغ داشتیم، سراغ داریم، یک جمله مؤدبانه به یک زن بدحجاب شو گفته یا نگفته، یکی از این اراذل با مشت حمله ور میشه بهش، میزنه تو چشمش، کورش میکنه. این گوشمالی دادن ها که همزمان هم شده با اوجگیری اعتراضات اجتماعی، رژیم رو در وضعیت بنبست بیشتری قرار داده. از یک طرف اگه به سرکوب ادامه بده، با مردمی مواجه میشه که به شدت مزدوران رژیم رو گوشمالی میدن، و اگه نکنه به وضوح بساط سرکوبگری رژیم رو زیر سوال میبرن. الان باید بگم متاسفانه در جامعه ما بدحجابی خیلی عادی. این زیبنده کشوری که مزین هست به ولایت فقیه نیست. این صریحاً آقا میاد به بنده به عنوان امام جمعه مشهد میگه که آقا توی این شهر مشهد شما بیهجابی خیلی زیاد شده، بیهجاب ها خیلی ارزم بزرگتون که فوق العاده بیرون میان و واقعا وضع حجاب افتضاحه. خلاصه البته در حال این آخوندهای جنایتکار ابراز نگرانی میکنن که 26 ارگان حکومتی توی 34 سال گذشته بیوقفه و با صرف میلیاردها دلار به سرکوب زنها و جوانهای میهنمون مشغول بودن. این نظرسنجی‌هایی که خود شبکه خبر داشته و پیامک‌هایی که ارسال شده در رابطه با همین مقوله بدحجابی بوده که رعایت نشده، اینا چطور؟ اینا هم تایید می‌کنید یا نه؟ ما بله ما هم طبق نظرسنجی‌ها و پیمایش‌هایی که خودمون انجام دادیم، بیشترین درخواست مردم در خصوص بحث عفاف حجاب هستش و درخواست می‌کنن که به هر حال جهت ترویج عفاف حجاب ما قدم برداریم، که ما هم به نوبه خودمون به هر حال در کنار 25 دستگاه دیگه داریم اقدامات خودمون رو انجام میدیم. بنبست سرکوب البته در سایر زمینه هم هست، مثلا در مورد ماهواره ها که وحشیانه به خونه های مردم حمله می کنن. من خیلی دوست دارم همینجا برای شما قسمتی از مقاله ای رو که ماه گذشته در سایت پاسدار محسن رضایی، سرکرده سابق سپاه پاسداران، نوشته شده بخونم که اعترافات خیلی جالبیه. میگه 19 سال پیش، یعنی تو زمان رفسنجانی، قرار بوده که طی به اصطلاح یک ماده قانونی بشقاب‌های ماهواره رو جمع کنند، و می نویسه زمانی که در سال 1373 قانون منع استفاده از ماهواره تصویب شد، در تبصره ماده 2 آن مقرر شده بود مهلت جمع‌آوری تجهیزات موجود دریافت از ماهواره از تاریخ تصویب این قانون یک ماه می باشد. بعد خودش میگه و اینک بعد از 19 سال آن یک ماه تمام نشده است، و این تمام نشدن کذایی البته ناشی از عدم برخورد نیست، که آنکه در طول این سالها هزاران بار در شهرهای مختلف نیروهای پلیس اقدام به جمع‌آوری دیش‌های ماهواره‌ای کردند و پرونده‌های قضایی متعددی تشکیل شد. علت اینکه آن یک ماه تمام نشده کاملا روشن است. استفاده از ماهواره عمومی شده است و هیچ قدرتی نمیتواند با یک پدیده عمومی مقابله کند. بله، هیچ قدرتی نمیتونه با اراده مردمی که نمیخوان زیر بار تحمیلات ارتجایی نظام پلید آخوندی قرار بگیرن مقابله بکنه. وحشت آخوندها و کارگزارانشون هم که این روزها زیادتر شده، تبدیل اراده های نخواستن به اراده ها برای برانداختن و سرنگون کردن دیکتاتوری ولایت فقیه که خواب رو از چشماشون رو بوده.